تفرقه، تشتت، هرج و مرج و نابسامانی خلاصه وضعیت آن روزهای ایران بود. بیگانگان چهار سوی کشور را آماج حملات کرده بودند و کاری از کسی بر نمی آمد. در این هنگامه جوانی شیعه مذهب به نام اسماعیل به پشتوانی قرنها غیرت ایرانی خونش به جوش آمد و با همراهی طرفدارانی از قومش به نام قزلباشان شورش ها را سرکوب کرد و همسایگان مزاحم را به عقب راند و حکومت صفوی را بنیان نهاد. اهمیت ویژه کار او این بود که پس از 9 قرن از سقوط سلسله ساسانی یک فرمان روایی یک پارچه بر سراسر ایران تسلط یافت. تشکیل یک حکومت شیعی که تمامیت مرزی ایران را بعد از سالها حفظ کند آرزوی بزرگی بود که برای این ملت به دست شاه اسماعیل رقم خورد. شاه صفوی با وجود سن کمش اما بنیانگذار طولانی ترین حکومت در ایران بعد از اسلام است. او با وجود اینکه در 38 سالگی دار فانی را ودا گفته 23 سال سابقه پادشاهی دارد. بسیار روی تشیع و شیعه‌گری حساس بود. از جمله اولین دستوراتش این بود که مذهب رسمی کشور تشیع باشد و همه به نام 12 امام خطبه بخوانند. حتی دستور داد تا مرقدهای مطهر ائمه علیهم السلام در عتبات عالیات را بازسازی کنند. بسیاری از چلچراغ‌ها و مناره‌های کنونی اعتاب مقدس ائمه اطهار یادگاری دوران صفوی است. هم مرد رزم بود و هم بزم. شاعر بود و با تخلص خطایی به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. اواخر عمر کوتاه او به دلیل شکست در جنگ چالدران با افسردگی گذشت و از همین بیماری درگذشت. گرچه زود دار فانی را وداع گفت اما بنای حکومتی که او پایه‌هایش را گذاشت هم برای ایرانیان و هم برای شیعیان یادگاری خوشیوم بود. فرزندان و نوادگان او با تمرکز کم نظیری بر عرصه علم و فرهنگ اتفاقاتی را رقم زدند که حاصل آن اوج گرفتن ایران بعد از اسلام بود و این نقطه عطف در کارنامه این سلسله به یادگار ماند.